دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی، اجتماعی و بین المللی، از تهران پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. سلام آقای دکتر، به نظر شما با تصویب قطعنامه جدید درباره یمن چه اقداماتی عملی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در این کشور پیش بینی شده است؟ بفرمایید. درود بر شما و بینندگان عزیز. من احساس میکنم به خاطر اینکه موضوعات حقوق بشری زیاد هست در برنامه شما، یه توضیح ابتدا بدم. ببینید، سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم با هدف اولیه حفظ صلح بین المللی درست شده، بر اساس قدرت و قدرت‌های بزرگ حافظ این صلح بین المللی هستند. به چه معنا؟ به معنای اینکه ما دیگه شاهد جنگ جهانی دیگری نباشیم. پس از رشد سازمان ملل مسائلی دیگه مطرح شد. حقوق بشر، موضوع حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری یکی از مسائلی که بعدها اضافه شد به موارد مربوط به سازمان ملل. موضوع اینه که ببینید، این قطعنامه های حقوق بشری در مورد یمن، من خودم اخباراشو پیگیری میکنم، قطعنامه های دیگه هم خود شورای امنیت هم قطعنامه های تصویب کرده. تا زمانی که قطعنامه های حقوق بشری، تا زمانی که اراده قدرت های بزرگ و منافع اونها در میون نباشه، اینا عملی عملیاتی نمیشن. منتها در این مورد یمن، چون که این مواردی که مطرح هستش در یمن، منافع آمریکایی ها، مسائل مربوط به انرژی و عبور نفت به خطر افتاده، غربی ها و آمریکایی ها مصر هستن که این موضوع رو به نتیجه برسونن و این نتیجه بخش خواهد بود در دراز مدت. چرا که همونجور که در مسابقه قبلی هم عرض کردم، مواردی قطعنامه حقوق بشری تصویب میشه ولی قدرت های بزرگ اراده ای برای پیگیری اون ندارن و صرفا شعاری و چی هستش. ولی در این مورد به خاطر اینکه منافع آمریکایی ها و غربی ها در خطر است و مسائل مربوط به عبور انرژی هست، کشورهای غربی و آمریکا مصر هستن که این مورد رو به نتیجه زدن. برای دیگر کشورها هم، کشورهایی که نفت رو صادر میکنن، درگیر اون حسن. بله، ممنونم. با تشکر از دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی، اجتماعی و بین المللی از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.